به مناسبت همبستگی با هزار زن اشرف و زنان ایران یک جلسه پارلمانی در مجلس اعیان انگلستان برگزار شد. در این جلسه که روز دوشنبه هفته اوت برگزار گردید، لورد کارولایل عضو مجلس اعیان و از حقوقدانان برجسته انگلستان و خانمها کلر مسکین حقوقدان و رئیس وکالتخانه، دکتر جانسون بلدینگ، مارگارت اوئن قاضی، بارونس استفانیا زوگوهسن معاون حزب محافظه‌کار در منطقه غرب لندن، کشیش لینسی از کلیسای انگلیکن و دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان حضور داشتند. لورد کارلایل از حقوقدانان برجسته انگلستان در آغاز جلسه گفت: من در این هفته با شوک بسیار زیاد آنچرا که در شهر اشرف اتفاق افتاد دنبال کردم. باید بگویم از این موضوع که اشرف در مطبوعات این کشور بسیار کم طرح شده تعجب می‌کنم. به نظر من هر تضمینی که دولت عراق به آمریکا در رابطه با امنیت اشرف داده است زیر پا گذاشته شده است. در زمان این حمله آمریکاییان در محل بودند ولی هیچ کاری نکردند. لورد کارلایل با تأکید بر ضرورت اقدام جدی جامعه بین‌المللی و دولت‌های غربی گفت: اقدام دولت‌های غربی و ارگان‌های بین‌المللی در این زمینه کم بوده است. سخنران بعدی جلسه خانم کلر مسکین در سخنان خود مبارزه زنان اشرف علیه رژیم بنیادگرا و زنستیز ملایان را ستود و در مورد حمله وحشیانه به اشرف گفت: این حمله به حمله هیتلر در آلمان شبیه. آنها تا دندان مسلح بودند و به افراد بی سلاح و شهروند اشرف حمله کرد. به چه دلیل با تانک و تفنگ و باتون و تبر به این شهر وارد شدند؟ وی در قسمت دیگری از سخنرانی خود گفت: بین سالهای 1947 تا 1962 سازمان ملل فعالیت زیادی در دفاع از حقوق بشر زنان کرد. یکی از قوانین در بیانیه حقوق بشر به طور مشخص روی دفاع از حقوق زنان و کودکان است. تصرف شهر اشرف از نظر بین‌المللی کاملا غیرقانونی و حتی مخالف قانون اساسی خود عراق می باشد. آنگاه خانم کلر مسکین اعلام کرد که پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در این قسمت از جلسه پخش خواهد شد.